السلام علیکم مردم سربلند و سعادتمند وادی زرخیز فرغانه، اینک در نوار با خبر و رویدادهای مهمترین روز بخش خبری پیام روز تلویزیون سرخ در سود با شما جهانگیر صابر. مکتب درگاه بزرگ و مقدس است که برابری با آستانش قدم نهادن خردان بزرگ، بزرگان برنادل و بخیردان صاحب خیرد می شوند. مکتب مکان علم و معرفت، فرهنگ و ادب و دانش و خیرد است. امروز در تمام مکتب های کشوری صاحب اختیار ما صدای زنگ آخر بلند گردید و خوانندگان مکتب ها به تعطیل تابستانه برآمدند. موضوع را در مثال ناحیه سرخ دوام می دهیم. در ناحیه سرخ 3 عدد مکتب عمومی تعلیمی موجود بوده. امروز در این دبستان ها زنگ آخر صدا داد، خوانندگان به تعطیل تابستانه برآمدند. ختم کنندگان باشند با مکتب خیر و خوش گفته سوی حیات مستقلانه قدم نهادند. خصوصا در مکتب رقم 6 ناحیه سرخ تدبیر زنگ آخر خیلی خوش برگزار گردید و در آنجا حاکم ناحیه سید بهرام سید موسیف اشتراک کرده گفت که امروز مسئله تربیه اخلاق جامعه مد نظر حکومت و دولت و افراد دلسوز جامعه قرار دارد. می توان گفت که در مکتب معرفت پایدار، علم و ادب استوار و توسط زحمت استادان نکوکار شاگردان بر کمال و صاحب استعداد می گردند. در زنگ آخر قید گردید که دیروز پرزیدنت مملکت به ختم کنندگان مکتب ها مراجعت کرد. در مراجعت گفته شده است که امسال 438 نفر مکتب را ختم می کنند، اما یگان نفر ختم کننده از اعتبار دولت دور نمی ماند. Gər gözləri külür dursə də, doğuzunu azdıda neçə min həsrə. Mənə prezidentəmən baxatım günəndəqən təbrik qutan, daran təbrik qutan ki, heç təxatım günəndəqən az etibar dur nəmə mənəd qutan. Mə az in əlbəttə ruh balan şüda, باز هم در مکتب های عالی تحصیل گرفته به خلق خودم و به وطن خودم و باز هم خدمت میکنیم. در مراجعت نامه رهبری دولت گفته شده است که اکنون در هر یک ناحیه کشور مکتب های مخصوصی آموزش زبان های خارجی به راه مانده می شود. به غیر از این برای آموختن خوانندگان مکتب زبان های خارجی و دیگر علم و هنر تمام امتیاز و امکانات ها فراهم آورده می شود. در تدبیر زنگ آخر حاکم تکیه به مراجعت نامه پرزیدنت کرده گفت که در دوام 4 سال آخر در کشور 134 تا مکتب نو ساخته شده، 2965 عدد مکتب ریکانستروکسیا کرده شده است. مکتب دهی مربوط نیز تعمیر طلب است و سینف خانه ها نمی رسند. این مسئله نیز البته در اساس دستورهای مخصوص برطرف کرده می شود، گفت حاکم. زیرا امروز در ازبکستان مسئله تعلیم و تربیه به یکی از سمت های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. بگن یورتمز بایلب یعنی بر شکوخلی بایرم کزب یورپته بو خم بولسه katta hayot ostonasiga qadam qo'yayotgan bitiruvchilarimizni mustaqil hayotga kuzatish, so'nggi qo'ng'iroq, bitiruv bayramlari bo'lib o'tyapti. Mana bugun bizning maktabimizda ham mana shunaqa chiroyli tadbirga tayyorgarlik ko'rildi. Zamon talablaridan kelib chiqqan holda tadbir tashkillandi. Bitiruvchilarimizga oq yo'l tilandi. Prezidentimiz tarixda birinchi marta mana shu bitiruvchilarga tabrik yo'lladilar. Ma o'ylaymanki, tabrikni eshitgan har bir bitiruvchi hayajonlandi. Sababi hech qachon prezidentimiz yoki davlat rahbarlari bitiruvchilarga alohida tabrik yo'llamagan edi. Bu ham bo'lsa, yoshlarimizga bo'layotgan e'tibor, yoshlarimizga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlarni keng ko'lamliligidan dalolat. Yana u yoshlarga ishonchdan dalolat. Prezidentimiz juda ko'p ta'kidladilar, mana kechagi tabriklarida ham ta'kidladilar, o'quvchilarni, yoshlarni jahon miqyosiga olib chiqishni nazarda tutdilar. Voqean shodmoni va sohibxiradi, buzurgi va nekuandeshi va rostkori va buzurdili mahz az maktab padid meoyad. Onro muqaddas va pok va aziz va giromi doshtan qarzi har yak insoni sohibxirad ast. از موضوع دور نمی رویم. امروزها در ازبکستان زیاده از 10,000 عدد مکتب دولتی، 171 تا دبستان نادولتی، 18 تا مکتب شریکی خصوصی و دولتی موجود بوده. حالا اصلاح ساحه تعلیم دوام دارد. مکتب رقم 12 هم در محله قزلقیاق جایگیر شده. امروز در این درگاه مقدس هم تدبیر زنگ آخر و هم تدبیر کشاده شوی خیابان خاطره برگزار گردید. گزارش نوبتی ما در همین خصوص.
مکتبی مذکور به طور زمانوی بنیاد گردیده با انجام‌های ضروری خانش تامین گردیده است و باز یک جهت اهمیت ناکش در آن است که جمعی آموزگاری دبستان مذکور تشبوسکارند و مکتب حامیان خود را دارد. از حساب حامیان در صحن اولی دبستان خیابان خاطره برپا کرده شد و آن بعد از صدا دادن زنگ آخر کشوده شد. در تدبیر دبستان مذکور حاکم ناحیه سید بهرام سید مصایف و رهبر سکتور سیوم قاسم جان رحیم بردی فو اشتراک کردند. سر اول حاکم ناحیه به سخن برآمده به ختم کنندگان گفت که اکنون به حیات مستقلانه قدم میگذارید. شما پیش از همه با آموختن علم و هنر مشغول شوید. حجتویتون را به مکتب های عالی سپوره، زیرا آینده وطن عزیز ما در دست شما میباشد. من دیروز پرزیدنت همون ختم کننده ها را تبریک کردن و هر یکی ما جوانان از مشجعات بلند بخشیدن به سبب آن که در هر یک ناحیه های ازبکستان کشوده شدن مکتب های اختصاصنده دولت های زبان های خارجه این به هر یکی ما به شخصا به من این بختی بلند است که من خودم هم در همان مکتب خواندنی هم برای همین این یک بختی کلان می باشد برای هر یک جوانان ما از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده باید وعده می دهیم که به هر یکی ما در آینده باید زبان خارجه را خوب دانیم. در صحن اولی مکتب با تشبوس جمعی آموزگاری دبستان و حامیان خیابان خاطره برپا کرده شد که آن حسن صحن اولی دبستان را دهچند افزوده است. در خیابان مذکور بیت و حکمت های بزرگان نوشته شده، به غیر از این صورت آموزگاران گذاشته شده است که در مکتب مذکور برای تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول شدند و حال در قید حیات نیستند. من امروز در مکتب ما دو تدبیر گذشت، یکی این تدبیر زنگ آخر که بخشیده و ختم نمودن خوانندگان صنف 11 بخشیده شد که در تمام ریسپوبلیکا هم گذشته شده است، اینچنین در مکتب ما هم شده گذشت. امسال مکتب ما را 40 نفر خوانندگان ختم میکنند. من از نام خودم، از نام اهل اوله، از نام کلکتیو آموزگاران و این ختم کنندگان اولا صحت و سلامتی در کارهای آینده شان موفقیت ها و خواهان آنم که آنها به کسب های یک خوب صاحب شده به خلق خود، به وطن خود، به پرزیدنت خود خدمت میکردگی شخص ها شده، کادر خود شده و باید رسیدنشون را خواهان هستم. من دویم تدبیری که در مکتب ما گذشت این کشاده شوی خاطره که بخشیده به آموزگارانی که در انهمین دبستان ما خدمت کردند، به نسل نورس درس دادند، علم آموختند و حالا در قطار ما آموزگاران نیستند، با خاطر بخشیده شده خیابانی خاطره تشکیل کرده شد. از روی نقل رهبر سکتور سیوم دیروز در مکتب دهه هوشیار کتابخانه زمانوی مورد استفاده قرار گرفته باشد، امروز در مکتب دهه قزلقیا خیابانی خاطره کشاده شد که این از مهنت دوستی و تشبوسکاری و اهلی و اتفاقی مردم ساخ دلالت می‌دهد. در دیگر مکتب های ناحیه نیز تدبیر بخشیده به زنگ آخر خیلی خوش تشکیل کرده و گذرانیده شد. بهترین یاری وفادار کتاب است. کتاب مصلحتگر بی منت انسان به شمار می رود. به سبب درباره کتاب حرف نزدیم، زیرا دیروز در مکتب رقم 14 کتابخانه زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. از دوره های قدیم مردمی ما به کتاب احترامی خاصه ظاهر نموده مطالعه و جمع‌آوری آن را دوست می‌داشت، زیرا کتاب خزینه علم و معرفت بوده، تجربه و دانش داناترین شخص را در بر می‌گیرد. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای خرد، گنجینه فرهنگ ملت و پایه تمدن جهان صاحب مدنیت، خاصه آینه زندگی و کلید در گنج سخن است. از اینجاست که جامعه بزرگوار کتاب را فروغ صبح دانایی و انیس کنج تنهایی نامیده است. این سخنان از جانب رهبر سکتور سیوم ناحیه سوخ هنگامی مورد استفاده قرار گرفتن کتابخانه زمانوی در مکتب رقم 14 گفته شد. کتابخانه مذکور با ادبیات های بدیع و علمی با زبان های تاجیکی و ازبکی، روسی و انگلیسی تامین گردیده است. این کتابخانه از جانب یکی از شخصان معرفت پرور دهه بنیاد کرده شده است. کتاب یکی از منبع های دانش و منبع های حیات به شمار می رود. چهره که شاعر میگوید انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است. بی کتاب یگان کس علم را صاحب نمی شود و حیات گذشته را نمی فهمد. امروز در مسکنی که ما کتابخانه نو را کشادیم، با سروری دیرکتر مکتب و حامی آن روشنجان ارکبایف، خرسندی و شادی خوانندگان و استادان آنها حد و کنار نداشت و ندارد.
واقعاً انسان میتواند به واسطه کتاب با ادبیات و فرهنگ گذشته، سیاست، اقتصادیات مملکت و تاریخ و تمدن کشورهای عالم شنا شده در دنیای معرفت سیر نماید. بیهوده نگفتند که در جایی که کتاب است معرفت است، فضای سالم است و محض کتاب به همه تاریکی ها روشنی میبخشد. از همه مهمش از تشکیل کتابخانه زمانوی خوانندگان مکتب خیلی شاد گشتند. کتاب پرقیمت ترین پدیده فرهنگ است. کلی آدمانی با معرفت کتاب را چون سرچشمه بی‌بها میحسابند. درباره کتاب شعرهای زیاد گفتند، از جمله بهترین یاری وفادار کتاب است کتاب، یاری به زحمت و به آزار کتاب است کتاب، نسبت کتاب و کتابداران با احترام سخن میرانند. امروز در مکتب ما کتابخانه بدیک شده شد. در این کتابخانه خیلی های کتاب ها موجود است. ما از این شرایط خیلی خوب استفاده میبریم. بعد مورد استفاده قرار گرفتن کتابخانه مذکور، در صحن حولی دبستان تدبیر تقدیر ناکسازی برگزار گردید و در آن خوانندگان مقتدر و آنهایی که سال گذشته مکتب مذکور را ختم نموده به مکتب های عالی داخل شدند تقدیرانیده شدند. نگفته نماند که سال گذشته از مکتب رقم 14 هم 23 نفر به مکتب عالی داخل شدند. استادان نخستینم شما با هزاران عزیزان، حالا نوبت را به صحیفه دنیا 24 می دهیم و شما توسط آن با خبر و رویدادهای مهمترین دنیا شناس می شوید. السلام علیکم مخلصانی صحیفه دنیا 24. خبر اولین ما از مملکت افغانستان می باشد. در افغانستان 14 میلیون افغان از گرسنگی رنج ماندند. سازمان برنامه جهانی خوراکواری گزارش می دهد که بیش از 14 میلیون نفر در افغانستان از گرسنگی رنج می برند. می نویسد پرس توده. بر خبر منبع، کمبودی غذا به زندگی حدود 10 میلیون شهروند افغانستان را تهدید می کند و تنها حدود 11 میلیون شهروند افغان از امنیت غذایی بهره مند هستند. برنامه عمومی جهانی آذوقه‌واری می گوید از هر 3 نفر افغان یک نفر از گرسنگی و کم غذایی اذیت می کشد و وضع در ماه های نزدیک بدتر خواهد شد. این نهاد گزارش می دهد که تا حال تنها 12% مبلغ را برای رسانیدن کمک بشردوستانه به گرسنگان در افغانستان گرفته است. کاهش احتمالی امنیت غذایی در افغانستان در زمان بررسی می شود که این کشور در حال حاضر با موج سوم کرونا روبرو شده است. مبپه اوید آینده‌اش حرف زد. شرح نوبت ما در همین خصوص. حملگر جوانی دسته پاری سن ژرمن کلیان مبپه درباره آینده صحبت کرد. همه میداند که پی‌اس‌ژی به من خیلی پسند است. وقتی که سال 2017 من به آنجا آمدم در اوج خوبی ورزشی قرار نداشتم. دسته به من امکانیت فراهم آورد که خود را راحت حس کنم. همه وقت از پرزیدنت و سرمربی دسته سپاسگزارم. من می‌خواهم که در این کمانده جایزه های بسیار به دست آورم. من با فوتبال نفس می‌کشم و در آن زندگی میکنم. من همیشه در کمانده خوشبخت هستم. میبینیم که در آینده چی میشود. اقتباس میوره از سخنهای مبپه را یکی از سامانه ها. سازمان عمومی جهانی تندرستی، دیر یا زود انسانیت با پاندمی نو روبرو خواهد شد. دیر یا زود انسانیت با پاندمی نو روبرو خواهد شد که از ویروسی موجوده خطرناکتر خواهد شد، گفت دیرکتور جنرالی سازمان جهانی بهداشت تدراس ادخانف گبریسوس. ویروسی دیگری خواهد بود که از این ویروس سرایت‌آور و مرگ‌آورتر خواهد بود، گفت او در افتتاح 74مین نشست سازمان عمومی جهانی تندرستی. با گفته رهبر سازمان، محض مبارزه با ویروس نشان می‌دهد که دولت‌ها باید با همدیگر همکاری کنند نه رقابت. در اصل ما در نزد انتخاب قرار داریم، یک جای عمل کردن یا حمایت نکردن، خلاصه کرد گبریسوس. اسامبلی جهانی بهداشت از 24 می تا 1 ایون در فضای مجازی ادامه می کنند. موضوع اساسی آن مبارزه با پاندمی کووید 19 و پیشگیری حالات فوق‌العاده جهانی در ساحه تندرستی می باشد. در کار اسامبلی هیئت های تمام جهان اشتراک می کنند. عمل نایب پرزیدنت آمریکا کاربران را با حیرت آورد. دستفشاری نایب پرزیدنت آمریکا کامالا هریس با پرزیدنت کره جنوبی مون جه این در شبکه های اجتماعی بحث گرمی را به بار آورد. نوار صحبت این دو مقامدار و لحظه دست فشاردن همدیگر به شبکه ها راه یافت و عمل نائب پرزیدنت آمریکا اکثر کاربران را حیرت زده کرد. در این نوار هریس و مونچج اینا دست همدیگر را می فشارند، ولی خانم هریس پس از این در رو کفی دستش را با شیمی خود تازه می کنند. محض همین لحظه باعث توجه کاربران گشت. اکثر عمل او را غیر دیپلماتی ارزیابی نمودند. این خبر به صحیفه دنیا 24 انجام می بخشد. شما ما رو ترک نکنید، زیرا برنامه ما دوام دارد. سلامت باشید.
بخش خبری پیام روز تلویزیون سرخ دوام دارد و باز برمیگردیم به موضوع کتاب و کتابخانه. دانشمندان میگویند که کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از اساسی ترین و مهمترین واسطه های معرفتناک کردن اهل جامعه بوده، قابلیت سخندانی و سخنرانی را صیقل میدهد. از این رو در ناحیه سرخ آزمون کتابخانه منتظم گذرانیده می شود. در مکتب اختصاص گردانیده شده رقم دوم بین خوانندگان آزمون کتابخانه جوان برگزار گردید. در آزمون خوانندگان مکتبی مذکور فعالانه اشتراک کرده، هر یکی کوشش میکردند که جای اول را اشغال نمایند. در رفتی تدبیر معلوم گشت که در مکتبی مذکور تعداد خوانندگان کتابخوان بی‌شمار است. از روی نقل دیکتور مکتب، آزمون کتابخانه جوان بین خوانندگان در مکتب هر ماه گذرانیده شده، مقصد از آن جلب نمودن جوانان به مطالعه کتاب‌های بدیهی و بلند برداشتن مدنیت کتابخوانی میباشد. مکتب رقم مخصوص دیم یوش کتابخوان گذشته بود. من در این یکم جورو اشغال کردم. من بسیار کتاب خور و کتاب های بعدی خوندم. من ارزون در ولایت رسپوبلیکان در رفته جو یکم رو اشغال کردم. واقعا فرق بین جوان کتابخوان و شخص کتاب نخونده به قبل از زمین تا آسمان است. از شخص کتابخوان هیچگاه بدی نمی براید. میگویند که منزلت کتاب و احترام آن بزرگ است. در یگان دور و زمان به کتاب غذای معنوی زندگی رنگین را نمی توان تصور نمود. و تعبیر خلق خانه به کتاب روزی به آفتاب است. از این رو انسان باید از دوره مکتبخانی به مطالعه کتاب‌های بدیهی مشغول شود. من کتاب‌های بدیهی خواندم به شوق هوشم بسیار. همین سبب رو من امروز در مکتبم در آزمون یاش کتابخان دیگیم جای گرفته بودم. من در آینده رسپوبلیکان اشتراک کرده نمونوی جاها رو گرفته میخواهم. در آخر آزمون از جانب اعضای حکمان غالبان معین کرده شده، با آنها تحفه و افتخارنامه های مخصوص ماموریت دبستان در وضعی متنطن تقدیم کرده شد. بینندگان عزیز، این بود خبری آخرینه که به بخش خبری پیام روز تلویزیون سرخ حسنی انجام میبخشد. خیر سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه های دیگر تلویزیون سرخ دوام دارد.